روز جمعه آن ریچارد، معاون وزارت امور خارجه آمریکا، در بانکوک پایتخت تایلند به خبرنگاران گفت رسیدگی به وضعیت مهاجران نیاز به یک پاسخ صریح و روشن دارد. ما باید جان آنها را به سرعت نجات دهیم. ما باید راه‌های بهتری برای گفتگو و حل این مسئله پیدا کنیم. ما باید در پی یافتن ریشه‌ها و دلایلی باشیم که افراد را وادار می‌کند تا کشور و خانه و زندگیشان را ترک و چنین سفر پرمخاطره‌ای را برگزینند. آن ریچارد امروز در نشست یک روزه کشورهای جنوب شرق آسیا و گروه‌های مدافع حقوق بشر از جمله کمیساریای عالی پناهندگان به منظور بررسی راهکارهایی برای حل مسئله مهاجران سرگردان در آندمان و خلیج بنگال شرکت کرده بود. بنا به گزارش‌ها قاچاقچیان این مهاجران پناهجو را در شرایط بسیار بد روی آب رها کرده‌اند. First to address the immediate humanitarian situation. نخست باید نیازهای عاجل و بشردوستانه مهاجرانی را که در محاصره آبها هستند پاسخ داده. دوم باید به یافتن راه حلی درباره مشکل درازمدت قاچاق انسان و تحرک‌های غیرقانونی افراد برای پیشگیری از تکرار این اتفاق بپردازیم. و سر آخر ریشه‌های این مسئله باید مورد توجه قرار گیرد. حاضران این نشست امیدوارند که بتوانند گام‌های اساسی درباره حل مشکل مهاجران بردارند. در پایان جلسه مالزی اعلام کرد ممکن است در چند هفته آینده نشست دیگری با حضور رهبران کشورهای آسیا برای حل این موضوع و گفتگو در سطوح بالاتر بردارد. تنها در همین ماه بیش از 3500 مهاجر غیرقانونی از طریق آب‌های اندونزی، مالزی، تایلند و بنگلادش به ساحل این کشورها رسیده یا از طریق قایق‌های امدادی نجات داده شدند. شیده رضایی، صدای آمریکا.